نگاه کنید، نگاه کنید. خواست قایق کردن از مسئولین محترم، انشالله که بتونن چند تا قایق رو برای مردم بیارن که اینجا رد بشن. سرپل زهاد آب رفته داخل چادرها، بذار برم داخل ببینم چی اوضاع چطور داخل چادر. مال یواز ببین، صاحبخانه اجازه دادن ما بریم تو خانه. ببین این اوضاع خونه شونه، ببین زیر چادر. توجه میکنید این وضع زندگی هممیهن من و شماست، هممیهنی که در طول قرنها حافظ مرزها و استقلال میهن ما بوده است، حافظ ایران زمین، سرزمینی که باید ماندگار بماند و میماند، سرزمینی که خانه اوست و خانه من و شما نیز. این چنین وضعی دارد. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این شرایط زندگی هممیهن من و توست، تجسم یک روز زندگی کردن در زیر این چادری که آب گرفته است، سرمای زمستان بیداد میکند، ساختمان فرو ریخته خودت آن سوی چادر همچنان ایستاده بر جا ولی جرأت ورود به آن نیست، چه میتوانی بکنی؟ آن هم بالای سرت حکومتی غیر مسئول که میخواهد سر به تن مردم نباشد. کانکس در اختیار مردم گذاشتند، کانکسی که با یک وزش باد از میان میرود. تازه میگویند ما فقط توانستیم به 60% مردم کانکس برسانیم. نگاه کنید این کانکسی است که در اختیار مردم است، با وزش یک باد بر سر چادری که انسان زیرش خوابیده است آوار می شود. نگاه کنید، این کمک دولت است که فقط مرگ می آفریند. تازه می گویند مگه مردم طلبکارند؟ ما بیشتر از این قدرت و قوه نداریم که کمک بکنیم. اما قدرت و قوه دارند که در جنوب لبنان پارک بسازن، مدرسه بسازن، خانه بسازن، آپارتمان سازی کنن به سرعت که مبادا تروریست ها بهشان بد بگذرن. ایرانی هم میهن اونها نیست، مسئولیتی در مقابل من و شما ندارند، اما در مقابل اونها مسئولند و آنها نباید بد بگذرد، سخت بگذرد. پارک ایران در مارون الرأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی نظیر است. درست بر لب مرز اسرائیل قرار دارد و از جمله امکانات تفریحی این پارک تماشای اسرائیل از نزدیک است. حتی رفت و آمدهای ارتش اسرائیل را هم از اینجا می توان دید. این پارک را محمود احمدی نژاد افتتاح کرد، تنها رئیس جمهور ایران که تصویرش در این پارک نقش بسته. این پارک اما کوچکترین رد پای ایران در بازسازی لبنان جنگ زده است. اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده، حاصل تلاش ایران. نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن، اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی.
فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. اما بیشترین نمود حضور ایران در لبنان حزب الله است. جریان شیعی که پشتیبانی ایران از آن نیروی نظامی ساخت که در ایستادگی در برابر اسرائیل از همه ارتش‌های عربی موفق‌تر عمل کرد. یعنی هذا نحن مبخره لنا ان نقوم بكل ما این مایه افتخار ماست که با همه اون چیزی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و مستضعفین علی المستکبرین. در عمر جمهوری اسلامی تغییر دولت‌ها و فراز و فرود جناح‌ها در ایران هیچگاه در سیاست پشتیبانی از شیعیان لبنان و کیفیت آن تغییری پدید نیاورده و این یعنی سکان سیاست ایران در لبنان در دستهایی فراتر از آنیست که نامش از صندوقهای انتخاباتی بیرون می آید. مهرداد فرهمند، بیروت.